آرش آقایی که بعد از 2 سال حضور در تیم ملی جودوی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشته بود، در حادثه تلخ و عجیب جان خود را از دست داد. چند ماه قبل بود که سایت فدراسیون جودو از دیدار آرش آقایی، پسر جوان جودوی ایران، با میر اسماعیلی رئیس فدراسیون خبر داد. دیداری که به معنای بازگشت این پسر با استعداد به تیم ملی ایران بود. آقایی که تصمیم گرفته بود در همان جوانی و بعد از کسب چندین مدال رنگارنگ در مسابقات جودوی قهرمانی کشور و مدال برنز مسابقات جوانان جودوی قهرمانی آسیا به کشور جمهوری آذربایجان مهاجرت کنه و به عضویت تیم ملی این کشور در بیاد، بعد از 2 سال تصمیم به بازگشت به ایران گرفت. آقایی با وجود محرومیت 4 ساله جدای ایران خیلی زود پیراهن تیم ملی رو برتن کرد و همراه با سایر ملی پوشان راهی اردوی مشترک با تیم ملی عراق در شهر کربلا شد. او یکی از منتخبان برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی بود، تیمی که قرار بود راهی یک مسابقه بین المللی شود. این جداکار 31 ساله اهل تبریز که تمرینات خودش رو خیلی سفت و سخت برای حضور در انتخابی تیم ملی سپری میکرد، در ایام نوروز در باشگاه شخصی خود در طبقه پایین خونه پدریش تمرینات بدنسازی رو پیگیری میکرد. آرش آقایی روز گذشته مثل هر روز مشغول تمرین در باشگاه بدنسازی جمع جوری بود که خودش آن را ایجاد کرده بود. جداکار ملی پوش که به خاطر ورزش سنگین بدنش حسابی عرق کرده بود، نمیدونست که تا چند دقیقه بعد دچار یک حادثه مرگبار خواهد شد. گویا پکیج موجود در باشگاه دارای اتصالی برق بوده و آقایی که با بدنی خیس به آن دست زده دچار سانحه برق گرفتگی شده و در جا جان خود را از دست داد. بقیه حاضران در باشگاه که از این اتفاق شوکه شده بودند، سعی کردند خیلی زود آقایی را به بیمارستان برسونند و جان او را نجات بدن. اما برای همه چیز دیر شده بود و یک سهل‌انگاری جان یک جوان 31 ساله با استعداد رو گرفت. این حادثه تلخ و باور نکردنی جامعه جودو رو در آستانه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی به شوک فرو برد. آرش آقایی متولد سال 1371 در تبریز بود و چندین عنوان قهرمانی مسابقات جودوی کشور، برنز جوانان آسیا و مدال طلای کارگران جهان رو در کارنامه داشت. او هنوز ازدواج نکرده و مجرد بود. آقایی جودوکار کشورمون فعالیت ورزشی خودش رو از تبریز آغاز کرد و سپس وارد تیم ملی جودوی ایران شد. او در سال 2013 در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در چین حضور داشت و مدال برنز این مسابقات را کسب کرد. او درباره علت مهاجرت و رفتن از ایران در مسابقه جدید گفت: ناچارم کردن به آذربایجان بروم و پناهندگی من صحت ندارد. پناهندگی یعنی فرار کردن، اما اینطور نیست. من در این کشور لژیونر شدم. آرش آقایی ملی پوش تیم ملی جودوی کشورمون درباره علت مهاجرتش به باکو گفته بود: من 25 ساله هستم و میخواستم در ادامه مسیر هم برای جودوی ایران مبارزه کنم، اما آقایان گفتند تو را نمیخواهیم و ما به دنبال جوانگرایی هستیم. من تمام تلاشم را کردم تا بمانم و برای مملکتم مثل سالهای قبل افتخار آفرین کنم، اما آقایان ادعا کردند من را برای تیم ملی نمیخواهند. اما سایت فدراسیون جودو در همان زمان بیانیه‌ای را منتشر کرد و مدعی شد که آرش آقایی پس از کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی کشور، تنها چند ماه در سال 95 در اردوی تیم ملی حضور داشته و پس از آن به درخواست خود و به دلیل مشغله کاری اردو را ترک کرد. او در سال 2013 در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در چین افتخار همراهی تیم را در این رده داشته و پس از آن نیز یک مرتبه به همراه تیم استانی در رقابت‌های گرند اسلم ابوظبی حاضر شده. او بنا به دلایلی نزدیک به 2 سال برای تیم ملی جودوی کشور آذربایجان مسابقه داد، اما سرانجام صبح چهارشنبه 10 آذر ماه 1400 با حضور در فدراسیون جودو و دیداری که با آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو داشت، تصمیم گرفت تا از این پس زیر پرچم کشورمون و برای تیم ملی جودو مسابقه بده. آرش آقایی در این خصوص گفت: بنا به مشکلاتی که برای من در آن مقطع پیش اومده بود، ناچار شدم به مدت 2 سال برای تیم ملی جدای کشور آذربایجان مبارزه کنم. اما سرانجام تصمیم گرفتم برای آینده خود برنامه ریزی دقیق تری کنم.
امروز صحبت‌های خوبی با آرش میراسمیلی رئیس فدراسیون جودو داشتم و توافقات خوبی نیز صورت گرفت. طبق توافقاتی که با ریاست محترم فدراسیون داشتم، از امروز در خدمت تیم ملی جودوی کشورمون خواهم بود و در مسابقات بین‌المللی با لباس تیم ملی جودوی ایران و زیر پرچم سرنگ کشور عزیزمون مبارزه می‌کنم. برای اطلاع از اخبار بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره.